پدافند هوایی کشور دستاورد دیگری را رونمایی کرد. رادار ناصر 40، راداری مهم، تا قبل از این فقط در اختیار 8 کشور بود که حالا متخصصان ارتش آن را طراحی و ساختند. در اختیار کشورهای پیشرفته بود و دانشش واگذار نمی‌شد. ناصر 40 رادار کمک ناوری است که تمامی اطلاعات هواپیمایی در حال پرواز را نه از خود خلبان بلکه از خود سیستم هواپیما سوال می‌کند. آنلاین از هواپیما سمت و جهت و ارتفاع و برای کدوم کشوره و استخراج کنیم و نشون بدیم. خلبان متوجه میشه؟ خلبان نه، متوجه نمیشه. طبق استانداردهای بین‌المللی ایکائو ساخته شده. رادار کمک ناوری ناصر 40 جدا در اهداف نظامی، در اهداف تجاری هم نقش مؤثری دارد. پروسه در حدود 2 سال طول کشید. ما دومین دستاورد پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش ساخت سامانه معین 40 است. این سامانه راداری هر جنبندی را بر فراز شهرها به دقت رصد می‌کند. هیچ محدودیتی نداره. هر جایی که در فضا سیگنالی وجود داشته باشه ما میتونیم این سیستم رو راه اندازی بکنیم. به عبارت دیگر هیچ هواپیمایی در آسمان متوجه این رادار در منطقه نمی‌شود. کلیه امواجی که در شهر هستن و منتشر میشن، اهم از امواج رادیویی، تلویزیونی و مثلا ماهواره‌ای، و اینها به اهداف هوایی متحرک اصابت میکنن. در برگشت این رادار ما اینا رو دریافت میکنه، اطلاعاتی نظیر سرعت هدف، زاویه هدف. یعنی میره تو امواج برگشتی به نوعی سوار میشه، درسته؟ بله. و اونجا دیگه حالت فرستنده شما نت پیدا نمیکنه. اصلا رادار ما فرستنده نداره. ما صرفا رادارمون گیرنده است. این دو دستاورد مهم حالا با حضور فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش رونمایی و مورد بهره برداری قرار گرفت. طراحی و ساخت این سامانه ها به اقتصاد کشورم کمک کرده، به طوری که هر یک از این سامانه ها حدود 2 میلیون دلار صرفه جویی اقتصادی در پی داشته است.